روابط دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا و کوبا از سال 1961 میلادی متوقف شد. مناسبات دو کشور پس از به ثمر رسیدن انقلاب کوبا در سال 1959 میلادی و روی کار آمدن دولت کمونیستی به رهبری فیدل کاسترو وخیم شد. در سال 1960 دولت کاسترو اراضی خصوصی و شرکت‌هایی که برخی از آنها آمریکایی بودند را مصادره کرد. آیزنهاور رئیس جمهوری وقت آمریکا تجارت با کوبا را محدود و سپس جان کندی تحریم‌های دائمی را در تاریخ 7 فوریه 1962 امضا کرد. در اکتبر همان سال هواپیماهای جاسوسی آمریکا از سکوهای پرتاب موشک‌های اتحاد جماهیر شوروی در خاک کوبا عکس گرفتند. این موضوع به بحران موشکی کوبا تبدیل شد که در نهایت با توافق مخفی خروشچف رهبر شوروی و کندی رئیس جمهوری آمریکا در ازای حذف موشک‌های آمریکا از ترکیه پایان یافت، اما جهان را تا آستانه جنگ اتمی پیش برد. تحریم‌های آمریکا علیه کوبا در سال 1992 و 96 میلادی قوی‌تر شد.